سال گذشته در تاجیکستان بیش از 3000 جراحی پلاستیکی انجام شده است. اما آماری عملهای زیبایی بدون جراحی را کسی حتی حساب نکرده است. نانمایان کردن آژانگ ها، افزایش حجم سینه، رینوپلاستیکا یا تحریر شکل بینی و قفس کردن لب ها از نامگوی معمولی عملیات پلاستیکی در تاجیکستان است. من خودم دکتر هستم و فکر میکنم نانمایان کردن آژانگ طلبگاران زیاد دارد. مثلا خودی من از این راه میخواهم تا 10 سال جوانتر شوم. چون فهمیدم که در دوشنبه این گونه خدمات پیشنهاد میشود، از آن استفاده میکنم. نانمایان کردن و یا تازه کردن این آژانگ ها با استفاده از گل های مخصوص و بوتکس یا خود کیسلوت گیالورون انجام می شود. در قیاس با دیگر کشورهای همسود در تاجیکستان، جراحی پلاستیکی ارزان تر است و اکثرا از 200 تا 400 دلار را تشکیل می دهد. من میدونم بزنهای ما دیگر کردن ظاهر پسند است، ولی ما تلاش میکنیم بدون جراحی یعنی طریق رینوپلاستیکا نقصانها در ظاهری آنها را برطرف کنیم. عجیب است، ولی زنهای ما جراحی را خیلی دوست میدارند. آنها میخواهند در یک آن واحد زیبا شوند. با توجه به سنتی بودن جامعه تاجیکستان، اغلب مردان با راه جراحی پلاستیکی دیگر کردن ظاهر مخالفند. نظری ما هم نمیزه با آقای دخترهای توجیک به همون فاسم کنی هم خچون خشون همیتش من بچه توجیک هم خوالی دختر را بینیم قشک هم نمیزن با همون زیبوگی خودشون را چی گویم؟ مفتوسو قرارات کسو دینده طبعا فکر من انتخابی هر یک آدم است. اگر خوان همون کدن میگیرن، اگر نخوان نشو از بایو بسته اینی حالم بسیاری دخترهای هستن که خود زیبوگی که الله با اونها نصیب کردن بگیم از اون شکریگی کرده رفته خودشونم خیلی جراحی میگذارن. ولی پزشکان و کسمتولوگ ها میگویند مناسبت جامعه با جراحی پلاستیکی تدریجاً دیگر میشود. در 10 ساله اخیر شماره آنهایی که کمبودی ها در ظاهر را با جراحی از بین بردند به مراتب افزایش یافت. مردها تماما دیگر شدند. آنها برعکس همسر و خواهر و نزدیکانشان را به نزد ما می آورند تا زیباتر شوند. آنهایی که از خدمات جراحی پلاستیکی استفاده می کنند می گویند از این راه اعتماد به نفس خود را بالا می برند.